و یه چیز دیگه که پدرم همیشه تعریف میکرد، موقعی که میدونست بازداشت میشه، همیشه مثلا من از بیرون میامدم خونه، میدیدم یه چمدون کوچیک بغل پدرمه، گفتم شما جایی میرین؟ گفت بله. کجا؟ الان میفهمین. یه رو بعد دو نفر خیلی شیک، کراوات، کچلوار، بفرمایین تو. مام تو اتاق نشستیم، بابا از هیچ کس نمیترسید. بعد بابا میدونست چه خبره، باید بره. حالا وقتی که میرفت خب من گریه میکردم، برای من این عادت نمیشد، ولی برای ایشون میگفت رو حرفم وای نیستم، عوض نمی کنم، من با این رژیم مخالفم. از همه مهمتر برای پدرم کتاباشون بود. همیشه کتاب میخوندم، ما کتابخونه خیلی قشنگی داشتیم، کتابای قدیمی، خطی، شعر، شعر فرانسه، شعر فارسی، که این جمهوری اسلامی به جای اینکه وقتی که ریختن خونه پدرم اینا رو عقلا نگر دارن استفاده کنن، شعر همش انداختن تو استخر، همه از بین رفت. در اوج بحران و نابسامانی سیاسی در ایران، شاپور بختیار با علم به اینکه در مسیر نامشخص و دشواری گام برمی‌دارد، سمت نخست وزیری را پذیرفت و تنها پشتیبانش در این راه اعتقاد و باور نیرومندی بود که به ایستادگی در برابر استبداد و پیشبرد آزادی ملت ایران داشت. در اون زمان خیلی شهر شلوغ بود. نخست وزیرا تونتون می آمدن سر کارو عوض می شدن. پدر من هیچ وقت خیال نداشت نخست وزیر بشه و این موضوع خیلی سرعت گرفت، به طوری که حتی پدرم وقت نداشت این موضوع رو بشینه با ما قشنگ صحبت بکنه. چند بار ما فهمیدیم که ایشونو ماشین می آمد عقبشون، رفتن دربار رو برگشتن، تا یه روزی این موضوع رو مطرح کردن و گفتن که از من خواستن که قبول بکنم که نخست وزیر بشم و فکر میکنم اگه این شغل رو قبول کنم بتونم نجات بدم این شلوغی ها و فکر میکرد که جبهه ملی پشتشه. متاسفانه این کاملا اشتباه بود، جبهه ملی اصلا پشتش نبود. شاپور بختیار در دوره کوتاه نخست وزیریش برای برقراری ثبات سیاسی تلاش بسیار کرد و حتی آمادگی خود را برای گفتگو با آیت الله خمینی ابراز داشت، ولی هرگز حاضر به استعفا از مقام قانونی خود نشد. آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. من گفتم حاضرم تضمین بکنم ورود ایشون را. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشند یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات. در 37 روز که بابا نخست وزیر شد، 37 روز من میلرزیدم، شلوغی های شهر رو میدیدم، صحبت های این و اون رو میشنیدم. البته پدرم مرتب به من تلفن میکرد، دو سه بار رفتم باشون شام خوردم و همیشه هم به من دلداری میدادن که نگران نباش، درست میشه. ولی با دیدن شلوغی های شهر من زیاد این حرف رو قبول نداشتم و هرچی تظاهراتی بود که به نفع پدرم بود 100% من خودم اول صف بودم. تلاش های شاپور بختیار برای آرام کردن اوضاع و رهایی ایران از بند استبداد در شور و هیجان انقلاب گم شد. سرانجام او ناگزیر شد پس از مدتی اقامت پنهانی در ایران زندگی در تبعید را برگزیند. از خواهر برادرها فقط من ایران بودم. بعد از اینکه انقلاب شد، به قول پدرم فتنه خمینی، پدرم ایران بود، قایم بود. 6 ماه بعد از انقلابم ایران بودن، من چند بار یواشکی ایشونو دیدم. من در تهران بودم، ریختن خونم و البته مجبور شدم عوض کنم. و
بچه هم کوچیک بودن، دوران بسیار مشکلی بود. ولی وقتی که مطمئن شدم که پدرم از ایران خارج شد، یک نفر به من تلفن کرد و گفت مرغ از قفس پرید، فهمیدم خارج شده پدرم. و دلیل این که پدرم فرانسه رو انتخاب کرد رفت، اولا خواهر و برادر من اونجا بودن، دو تا برادرم و خواهرم، تحصیلاتش در فرانسه بود، پدرم مملکت دومش فرانسه بود، اول ایران دوم فرانسه. او در خارج از کشور نیز با تشکیل نهضت مقاومت ملی به تلاش خود برای برقراری دموکراسی و جدایی دین از سیاست در زادگاهش ایران ادامه داد. من همیشه به پدرم میگفتم شما چرا با هر رژیمی مخالفین؟ بعد خیلی صادقانه جوابم رو میداد، تو به من بگو این رژیم درسته یا اون رژیم. من این رژیم رو به این دلیل و دلایل خیلی محکم می آورد مخالفم، این رژیم رو که اصلا قبول نداشت، این که هیچی. بنابراین خب من بهش حق می دادم و همیشه به خمینی می گفت اون موقعی که نخست وزیر بود، مثل دو تا انسان بیا بشینیم با هم صحبت کنیم و حل کنیم. اون تا نشد. فرانس بختیار میگوید اگر امروز دکتر بختیار هنوز زنده بود، از مشاهده کشته شدن جوانان ایران در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات بسیار آزرده خاطر میشد. مخصوصا این جوانهایی که الان اینطور کشته میشن بیگناه تو خیابون، درست همون کارهایی که اون موقع پدرم میخواست، اینا میخوان. آزادی نیست، هیچی نیست. آدمای جوون کشته میشن، بی دلیل به زندان میرن. خیلی 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 ناراحت میشد. پس از گذشته تقریبا دو دهه از قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه، دستیار جوانش، نام دکتر بختیار بار دیگر با آزاد شدن علی وکیلی راد، یکی از محکومان به قتلش که به مدت 18 سال در فرانسه زندانی بود، مطرح شد. فردی که پس از بازگشت به ایران همچون یک قهرمان مورد استقبال قرار گرفت. بعد از سال 1991 که پدرم رو کشتن، دوباره آزادی وکیلی راد عیناً کشته شدن پدرم دوباره است. دولت فرانسه رو مقصر میدونم. از همون اولی که پدرم رو از ایران فرستادن ترور کنن، انیس نقاش که خوشبختانه نتونست این کارو بکنه، زندان رفت در زندان فرانسه. ولی مثل این که هر کی از طرف جمهوری اسلامی مأمور میشه که بیاد یک کسی رو ترور کنه در فرانسه، یه مقداری چند سالی میره زندان، بعد آزاد میشه و مثل یه قهرمان وارد ایران میشه. البته وکیلی راد کسی نیست، یه مترسکه. این نبود، یکی دیگه رو میفرستادن و آزاد شدن وکیلی راد خیلی 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 زیاد ضربه بزرگی برای خانواده بختیار و خیلی ایرونیا بود. من نه تنها پدرم رو از دست دادم، بلکه دو هفته بعد خواهرم رو، که رول خیلی خیلی مهمی تو زندگی من داشت. و اینکه وقتی که پدرم زندان میرفت، خواهرم مسئول خانواده بود. ولی خب بالاخره اینو باید پس بدن یه روزی. اینو پس میدن. فرانس بختیار میگوید هنوز به دنبال پاسخ این پرسش است که چطور عاملان ترور دکتر بختیار توانستند از سد امنیتی پلیس فرانسه عبور کرده و نقشه خود را عملی کنند. پدرم شعله‌ای است که هرگز خاموش نخواهد شد.